همراهان عزیز همه چیدان، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب کنید و برای مطلع شدن از ویدیوهای جدیدمون روی زنگوله کلیک کنید. سلام دوستای خوبم، مرسی که تا اینجای کار ما رو دنبال میکنید. همونطور که توی برنامه قبلی بهتون گفتم 4 تا استراتژی معامله به صورت کلی وجود داره. توی قسمت قبلی من استراتژی اسکالپر رو براتون به طور مفصل توضیح دادم و 4 تا استراتژی رو معرفی کردم. توی این جلسه قراره براتون استراتژی دوم یا استراتژی سوینگ رو توضیح بدم. استراتژی سوینگ بعد از استراتژی اسکالپر کم ریسک ترین و کم خطر ترین استراتژی هستش. یعنی اول اسکالپر کم ریسک ترین و کم خطر ترین هست، بعد استراتژی سوینگ. استراتژی سوینگ شباهت خیلی زیادی به استراتژی روزانه داره. تفاوت اصلی این دوتا استراتژی، یعنی سوینگ و استراتژی روزانه، توی این موضوع هستش که افرادی که وارد استراتژی روزانه میشن بهترین قیمت ورود و بهترین قیمت خروج بازار رو توی روز محاسبه میکنن و وارد معامله میشن. یعنی ماکسیموم در روز 1 یا 2 تا معامله انجام میدن و در پایان روز کاریشون سعی میکنن که دارایی هاشون رو به دلار یا استیبل کوین ها توی بازار ارزهای دیجیتال تبدیل کنن و خارج بشن از بازار در پایان روز کاریشون و دوباره روز بعد وارد معامله بشن. اما توی استراتژی سوینگ یک نفر ممکنه در طول یک روز 4 یا 5 بار یا حتی بیشتر وارد معامله بشه. سوینگرها سعی میکنن از تمامی کفها و قله‌هایی که توی یک روز تشکیل میشه سود کسب کنن. این تصویری که الان روی صفحه هست بهترین نمایش برای ورود و خروج یک سوینگر به معامله. میبینید کف تشکیل شده توی این نمودار به عنوان مثال 10 دلار و بعد از افزایش قیمت که اطمینان حاصل شده که روند سودی هست، معاملگر وارد معامله شده و بعد دوباره قله تشکیل شده. بعد از اینکه روند تغییر کرده و معاملگر اطمینان پیدا کرده که از این بالاتر نمیره، از معامله خارج شده. خب برای راحت تر شدن این ورود و خروج میشه از اوردرها یا سفارشهای استاپ لیمیت توی بایننس استفاده کرد که قبلا براتون توضیح دادم توی آموزش ترید بایننس و همینطور توی آموزش مفاهیم پایه‌ای بایننس و ترید ارزهای دیجیتال که براتون بالا میذارم لینکشو، اگه ندیدید دوباره تماشا بکنید یا اگه فراموش کردید. توی این یکی عکس خیلی قشنگ معاملات خرید و فروش، ورود و خروج معاملگر توی یک روز نمایش داده شده. مستطیل های قرمز رنگ نشون دهنده معاملات فروش و مستطیل های سبز نشون دهنده معاملات خرید هستند. یک اسکالپر سعی میکنه از تمام نوسانی که توی این کندل شکل گرفته استفاده بکنه. توی یک تک کندل که اینجا ما داریم میبینیم، یک اسکالپر شاید چندین تا معامله انجام بده، اما سوینگر به کندل دیگه کار نداره، سوینگر به این کف کار داره. بعد از تشخیص این کف و اطمینان حاصل کردن از روند سودی، سوینگر وارد معامله میشه و بعد از اطمینان حاصل کردن از این سقف و تغییر روند به روند نزولی، سوینگر خارج میشه از معامله و این مابود تفاوت این وسط میشه سود سوینگر که از معامله کسب میکنه. شیوه سیگنال گیری همطور که قبلا هم گفتم در معاملات سوینگ با معاملات اسکالپر فرق میکنه. اصلا کلن استراتژی مختلف شیوه های سیگنال گیریه.
مختلفی دارن. یک اوسیلاتور خیلی خیلی پرکاربرد، حتی اجازه بدین من اول مبحث تایم فریم رو بگم براتون. تایم فریم توی شیوه معاملاتی اسکالپر تایم فریم 1 دقیقه‌ای تا 15 دقیقه‌ای بود که ما استفاده می کردیم، اما تایم فریمی که ما در سوینگ استفاده می کنیم 1 ساعت تا 4 ساعت هستش و رایج ترینش هم 4 ساعت هستش که استفاده میشه. مثلا تو همین نمودار لحظه‌ای بایننس برای قیمت بیت کوین به دلار میبینید که ما اینجا یک کف داشتیم و اینجا یک سقف تشکیل شده و دوباره اینجا یک کف داشتیم و دوباره سقف تشکیل شده، دوباره کف داشتیم و سقف تشکیل شده، کف و سقف. همه اینها پوزیشن هایی هستن که یک معاملگر سوینگر ورود و خروج میکنه و سود خودشو بر میداره توی معاملات و خب توی روزهای گذشته خیلی سودای خوبی تونستن کسب کنن معاملگرهای سوینگر. معاملگر سوینگر هم از روند نزولی و هم از روند صعودی بازار میتونه سود کسب کنه. خب سیگنال گیری توی شیوه سوینگ یا سوینگر توسط اوسیلاتور مکدی، برای من بهتون آموزش بدم. اوسیلاتور مکدی به تنهایی کارایی نداره و حتما شما باید به مقوله واگرایی ها آشنایی داشته باشین و به خوبی بتونین از ترند لاین استفاده بکنین. استفاده اینها با هم به شما نتیجه خوبی میده. من یک توضیح کوچولو در مورد تنظیماتش بدم. اول که هیستوگرام رو من تغییر رنگ میدم که قشنگتر ببینید شما، ضخامت خط مکدی و خط سیگنالم رو بیشتر میکنم. توی اینپوت شما باید فست لنستون 12، سلو لنستون 26، سورستون کلوز و سیگنال لنستون 9 باشه. خب هر کدوم از اینها به چه معنیه؟ خط مکدی تفاضل EMA 12 منهای EMA 26 کندل چارتمون هستش. EMA یعنی میانگین نمایی. میانگین نمایی 12 کندل اخیر منهای میانگین نمایی 26 کندل اخیر به ما خط مکدی میده. خط سیگنال ما میانگین نمایی 9 تایی خط مکدی ماست، یعنی EMA خط مکدی ما دیگه به کندل چارت کار نداره. و هیستوگرام تفاضل خط سیگنال و خط مکدی ماست. همونطور که میبینید هر جا مکدی و سیگنال متقاطع شدن هیستوگرام صفر شده یا نزدیک صفر شده. خب من یکم میام عقبتر و زوم بک میکنم که شما بتونید توی یک موقعیت خیلی خوب شیوه سیگنال گیری از مکدی رو متوجه بشید. هر زمان که خط سیگنال از پایین رو به بالا خط مکدی رو قطع میکنه، یعنی میاد از پایین مکدی بالای مکدی قرار میگیره، به ما سیگنال فروش داده میشه. میبینید که اینجا سیگنال فروش داده به ما که ما یک قله هستیم و یک دمپ شدید رو داریم میبینیم. و بعد جلوتر زمانی که به اندازه کافی قیمت افت خودشو کرد توی این تقاطع، زمانی که خط سیگنال از بالای خط مکدی به زیر خط مکدی میره قرار میگیره، یعنی سیگنال از بالا رو به پایین خط مکدی رو قطع میکنه، به ما سیگنال خرید میده که اینجا هم با سیگنال خرید داده به ما و باز دوباره توی این قیمت به ما سیگنال فروش داده. سیگنال گیری توی مکدی به همین سادگی هستش.
شما هم میتونید از صفر شدن هیستوگرام بفهمید که اینجا یک سیگنال دارید، ولی برای اینکه متوجه بشید خرید یا فروش باید به خط مکدی و خط سیگنالتون توجه بکنید و همونطور که قبلا هم گفتم مکدی به تنهایی برای ما کافی نیستش، چون سیگنال های مکدی خیلی دقیق نیستن، میتونن ما رو از نظر زمانی راهنمایی بکنن سیگنال های مکدی، ولی از نظر قیمت نمیتونن ما رو راهنمایی بکنن که ما تو چه قیمتی وارد بشیم یا خارج بشیم. برای همین احتیاج هستش که از واگرایی ها و ترند لاین ها استفاده بشه، که واگرایی ها خیلی مبحث مفصلی هست، من یک ویدیو جداگانه براش میسازم، ولی استفاده از ترند لاین ها رو توی ویدیوهای قبلی که براتون لینکش رو قرار میدم آموزش دادم، براتون میذارم لینکش رو که بتونید استفاده کنید اگر ندید تا حالا. اگه تا حالا ما رو سابسکرایب نکردین، من ازتون میخوام که کانال خودتون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدید تا از جدیدترین ویدیوهای ما بلا فاصله مطلع بشید و با لایک کردنتون به ما انگیزه ادامه کار بدید و توی کامنت ها بگید که چه مباحثی رو بیشتر علاقه دارید که من براتون بذارم. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه و ازش استفاده بکنید و معامله های خوبی انجام بدید و سود قابل توجهی کسب بکنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.